هوشیار باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم، به هم عشق بذاریم، به هم احترام بذاریم، چون روحی که در من و تو هست روح خداست، روح القدس هست. اینو حتی اونهایی که خدا رو باور ندارن درک میکنن. چرا من و شما نباید درک بکنیم؟ چرا ما درک نمیکنیم که روح خدا رو داریم، حرمت داره، مواظب رفتارمون، اعمالمون باشیم؟ حتی شما شاید وارد یه مکانی میشی، همین که وارد میشی یه صحبتی میکنی، طرف میگه تو چه انرژی داری؟ اون نمیدونه روح خدا رو داری. بارها برای من این مسئله پیش اومده، شخص ایماندار نبوده، متوجه نشده. من و برادرم آلکس سالها پیش وقتی که توی کالج بودیم، دو نفر رو بشارت دادیم. یه شیطان پرست رو بشارت دادیم اونجا، خیلی رو بشارت دادیم، ولی اینو خیلی برام جالب، یه شیطان پرست رو بشارت دادیم و یه شخصی که اصلا خدا باور نبودش. من توی یکی از این حزبای کمونیستی فعالیت می‌کردم. هر دو اینا رو که من و آلکس رو بشارت دادیم، کشون ایرانی بوده کشون آمریکایی، هر دو گریه کردن و اون ایرانیه من رو بغل کرد با اینکه خدا رو قبول نداشت. گفت من ایمان دارم، آنچه که تو داری میگی حقیقته. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم، یه حس ماورا طبیعه داره اینو به من میگه. اون درک کرد اینو. فرعون زمانی که یوسف رو ملاقات کرد و بعد از تعبیری که انجام داد برای خواب، توی پیدایش 41:38 میگه فرعون به بندگان خود گفت آیا کسی را مثل این میتوانیم یافت که روح خدا در وی باشد؟ واو، چگونه متوجه شد؟ چگونه ابهت و احترام روح رو و قوت روح القدس رو در اون شخص متوجه شد؟ چون طالب حقیقت. این دو نفرم که من و آلکس جان بشارت دادیم توی کالج، اینها واقعا تشنه حقیقت بودن، اما نمیدونستن حقیقت چی هستش. از این رو تشویقتون میکنم، هرگز نترسید حتی برای بشارت دادن بشارت بدید. فکر نکنید طرف چون مذهب داره که در اون متأسف هست یا اصلا خدا رو قبول نداره، چون قرار نیست من و تو این رو ثابت کنیم، قرار هست روح القدس رو ثابت کنه به اون شخص. و این اتفاق میفته، تو همون گونه که فرعون متوجه مس خدا در یوسف شد، یعنی توانایی خدا در یوسف. مطمئن باشید که وقتی که ما سخن میگیم میتوانیم این گونه عمل کنیم که مس خدا رو در ما ببینن، قوت خدا رو در ما ببینن. هرچند در ضعف جسمانی و یا ضعف قدرتی باشیم، همچون مردان و زنانی که در کتاب مقدس هستند نیز میبینیم با همین ضعف، اما چون روح القدس داشتن خداوند قوت بخشید. همه ما با کتاب یوئیل 2:28-27 آشنا هستیم که 700 سال قبل از تولد مسیح بوده، یعنی 2700 سال قبل، اعلام میکنه که در روزهای آخر روح خود را خواهم ریخت تا دختران و پسران نبوت کنند به قوت خداوند. اعلام میکنه پیران رویاها ببینن و معجزات انجام میشه به توسط روح القدس از هر طبقه ای. حتما نباید شخص نسبت به کلام خدا علامه ده باشه، هر کس که رضایت به حقیقت بده. و میبینیم این اتفاق افتاد در اعمال رسولان باب 2، شاهد بر این هستیم که نه تنها ملت های دیگه بلکه ایرانیان اونجا از روح القدس پر شدن و به مسیح ایمان آوردن. مات ها، پات ها و همچنین ایلامی ها. پس ایرانی ها جز اولین کسانی بودن که مسیح ایمان آوردن 2000 سال پیش، به توسط روح القدس توانستن به مسیح ایمان بیاورن. و اگر به توسط روح القدس ما مسیح ایمان آوردیم، ما به توسط همین روح القدس میتونیم غالب بشیم بر مشکلات و سختی های زندگیمون و حتی دعا کنیم برای دیگران. یوئیل نبی بود که برای قوم اسرائیل داشت هم هشدار میداد بیدار باشید و هم داشت به اونها امید میداد که نگران نباشید، نترسید، خدا شما رو تنها نذاشته،
خدا شما رو یتیم نگذاشته. خدا فقط با شریعت نیومده بگه این کارو بکن اون کارو نکن. امر معروف و نهی از منکر نیست، بلکه قوتش رو به تو خواهد داد، چرا که در ابتدا اعلام کرد تو را شکل خودم آفریدم، نه از بعد فیزیک بلکه از بعد روح مقدسش، روح القدس. و در کتاب یوئیل 3:10 میخونیم که اعلام میکنه به قوم اسرائیل یوئیل نبی: گاو آهنهای خود را برای شمشیرها و اره های خیش را برای نیزه ها خرد کنید. یعنی دست از امور زندگیتون فعلا بردارید. نیازته، موقعیتته، وقت بده به خدا، در حضور خدا برو. صبح که بلند میشی اولین وقتتو به خدا بده. دانش راه قوت روح القدس پاس. خیلی خوبه دانشتون رو زیاد کنید، کلام بخونید، اما اگه از روح القدس پر نشید هرگز اون کلام رو نمیتونید عملی کنید. ولی اعلام میکنه بعدش: و مرد ضعیف بگوید، اونی که در خودش هیچی نمیبینه، کسی که احساس خوبی نداره نسبت به خودش، مدام خودش رو سرزنش میکنه، ضعف خودش رو میدونه، و مرد ضعیف بگوید: من قوی هستم. آمین. میتونیم بگیم من قوی هستم؟ آمین آمین. یعنی این ایماندارانی هستن که میتوانن زندگی خودشون رو در برابر قوت خدا قرار بدن که نه من، بلکه قوت خداست که با من است. پس اولین قلم رو این هست که من زندگی خودم رو از افکار و احساسات و زبانی که من رو میخواد به زیر بکشه تقدیس کنم، از ترس ها، و برای پوری روح القدس و توانایی اون از خدا کمک بگیرم تا به قوت اونیز زندگی کنم. اگر این ایمان رو دارم، یک مثال ژاپنی میگه: آرمان بدون عمل گمانی باطل و عملی بدون آرمان کابوسی بیش نیست. اگر ایمان داریم که عیسی مسیح ما رو نجات داده، اگر ایمان داریم ما به توسط روح القدس این حقیقت برای ما آشکار شده، باید بپذیریم که همون روح القدس قوت ما خواهد بود در سختی ها و مشکلات.